فیلم سینمایی من، مریم، بچه ها و 26 نفر دیگر موفق به کسب 3 جایزه مهم از فستیوال فیلم فبودورو در شهر پالرموی ایتالیا شد. فیلم در جایزه بهترین فیلم، جایزه منچینی و جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران. این فستیوال از سال 1979 شروع به کار کرده و الان 46 دورش بوده. در سالهای گذشته تبدیل به یکی از فستیوال‌های مهم سینمایی در کشور ایتالیا شده. خب این موفقیت هم موفقیت مهمی برای فرشاد هاشمی و هم برای سینمای مستقل ایران به حساب میاد که خب آثار سینماگران مستقل ایرانی در 2 سال گذشته ورود پیدا کرده به فستیوال‌های مهم فیلم در تمام جهان و در واقع جای دیگه ای برای نمایش فیلم های حکومتی و فیلم های بدنه جمهوری اسلامی باقی نگذاشته. و فرشاد هاشمی خودش در فستیوال حضور نداشت، در یک پیام ویدیویی اعلام کرد که این در واقع هدفشون از ساختن این فیلم نشان دادن یک چهره واقعی از جامعه ایران بود که زیر کلمه سنگین سانسور خدشه‌دار شده این چهره واقعی و این سانسور باعث مشکلات زیادی برای سینماگرانی شده که تلاش میکنن این سایه سنگین رو کنار بزنن و تصویر واقعی مردم ایران رو نشون بدن. و گفت که جوایزش رو تقدیم میکنه به سینماگران مستقلی که همچنان مقاومت میکنن برای رسیدن به آزادی و از بین بردن سانسور و بر ایده خودشون برای ایجاد تغییر همچنان ماندن و پا بر جا هستن. خب من این فیلم رو در فستیوال کن، بازار فیلم کن که کانون فیلمسازان مستقل نمایش میداد، این فیلم رو دیدم. فیلمی هستش که بدون شعار و اشاره مستقیم با استفاده از نشانه ها ارجاع میده به جنبش زن زندگی آزادی و تأثیر جنبش زن زندگی آزادی رو با نشانه های مختلف ما در این فیلم میبینیم. قصه زندگی یک زنی هستش که به تنهایی داره زندگی میکنه و تلاش میکنه که سبک زندگی خودش رو داشته باشه، نه آن چیزی که جمهوری اسلامی ازش میخواد. و میشه به جرأت بگی که این یکی از اولین فیلم هایی هستش که در ایران بدون حجاب اجباری فیلم برداری و ساخته شد و منتقدینی که اون روز در واقع نمایش این فیلم در بازار کن بودن، وقتی باشون گفتگو میکردم، بر این باور بودن که به نوعی این میوه زن زندگی آزادی هست این فیلم و در واقع از اولین فیلم هایی بود که بعد از جنبش زن زندگی آزادی در ایران ساخته شد. کیمیا قربانی، بولونیا.